سال قبلی گذشت و سال جدید میلادی هم تقریبا تا یک هفته دیگه سال جدید میلادی سال نو میشه و در سالهای گذشته هر قسمی که زندگی کردید، هر رقمی که بود زندگیتون مهم نیست و اگر از همین حال تصمیم بگیرید که از این بعدی زندگیتون یک ورق دیگه ایده و بیزه نگذارید که هر سال امو یک ورق یا یک صفحه رو بخونید، چقدر بهتره که یک صفحه جدیدی به زندگی خوب بزنیم، یک کار جدید رو شروع کنیم و اگر از نظر جرأت و اعتماد به نفس و ارتباطات با دیگر را ضعیف بودیم میتونیم خود تغییر بدیم به یک انسانی با جرأت‌تر و یک انسان خلاق‌تر، یک انسان با انگیزه‌تر و یک کس شویم که میتونیم ارتباطات بهتری، روابط خوبتری با مردم برقرار کنیم و دیگر نباشیم اون انسان سال قبل که هر سال هم یک چیز تکرار و تکرار هم را انجام بدیم. پس خیلی از انسان ها یا زیادی از انسان هاست که هر سال هم یک صفحه کتاب میخونه ولی بازم وقتی که میشینه میگه چرا این رقم نشد، چرا اون رقم نشد. و سال میلادی هم سال جدید کم مانده، اینی است که ما تقریبا باید سال میلادی باشه، هر سالی که باشه از تاریخ ما باشه یا از تاریخ میلادی باشه این یک بهانه یا یک چیزی میشه که ما بتونیم از این استفاده کنیم و بتونیم از نظر فکری یک تغییری به زندگی خود ایجاد کنیم. و یک چیز رو هم که در شما بگم، هر چقدر هم که بشینید هیچ کسی نمیاد که در زندگی شما تغییر ایجاد کنه و اگر خودتون در زندگی خود تغییر ایجاد نکنید و اگر خودتون نخواهید که زندگی خود یک برق دیگه ای در زندگیتون بزنید. خیلی از آدم ها فکر میکنه که مثلا فلان قوم اگر مرا کمک کنه، پاپایم، پدرم، برادرم، و اگر خودت میخواهی که زندگی متفاوت تجربه کنی ایره بیدم که هیچ کسی نیست که تو رو کمک کنه، چرا که اون انسان ها مسئولیت خود داره، زندگی خود داره و خیلی از انسان هایی که میتونه موفق شه و کارهای جدید خلق کنه، ارتباطات جدید خلق کنه، رفتار متفاوتی کنه، ولی انتظار داره که یک کسی دیگه بیای او رو کمک کنه که او بتونه زندگی خود تغییر بده و بتونه یک چیز جدیدی به زندگی خود خلق کنه. و اگر خودت هم یک از اون انسان هستی، باید با دیدن از ویدیو آگاه شوی که نه، تو اگر بخوایی امالی در هر جای زندگی است میتونی چرا در خانه بهتری، در یک مکاری بهتری، در یک شرایطی بهتری زندگی نکنی، در هر جایی که است و هم جای خوبه آدم باید شکر کنی، ولی میتونی هیچ کس هم نمیاد اگر تو بری در یک جای متفاوتی زندگی کنی، با سبک متفاوتی زندگی کنی، لباس با یک شیوه متفاوتی بپوشی، با دیگران با شیوه متفاوتی حرف بزنی، با جرأت حرف بزنی، هیچ کسی نمیاد که تو چرا این کارو میکنی. و برعکس از این هم میتونه، اگر تو امو زندگی قبلی خود اجرا کنی، امو پروگرام و برنامه ریزی قبلی که در ذهن دست امو رو اجرا کنی، بازم امو رقم که در جمع میری کم جرأت حرف بزنی، حق خود گرفته نتونی و بازم در روابط مشکل داشته باشی یا در از نظر مالی مشکل داشته باشی، هیچ کسی هم نمیاد برید نمیگه که چرا تو این رقم هستی. تنها کسی که میتونه با برای تو بگه که چرا زندگی یک قسم است، چرا یک قسم دیگه نیست، چرا یک چیزی بهتری نیست، او خودی دستی. و اگر این آگاهی را و همین دانایی را عمل احساس کنی و خودی درک کنی که خودی دستی، مسئولیت زندگی تو رو، همه زندگی در دست خود دست، هر قسمی که بخوای میتونی زندگی کنی، میتونی از نظر مالی در یک جایگاه خوبی باشی، خانه خوبی داشته باشی، مادر خوبی داشته باشی، موقعیتی خوبی داشته باشی، از نظر ارتباطات خوب باشی، با جرأت باشی، و هم میتونی یک آدم ضعیف و بدبخت و بیکار و فقیر و پر از مشکلات و درد و مریضی باشی. پس خودی دستی و اکثریت از ما اینمی یک مثال یکی ایره درک نکده که واقعا ما هستیم که میتونیم زندگی خود رو تغییر بدیم و ما هستیم که میتونیم یک ورق دیگه ای در زندگی خود بزنیم. و هر چقدرم که بشینیم هیچ کس نمیاد. اگر تو میری مالی یک کاری سخت رو انجام میدی برای دیگران تا زندگی خود بگذرانی، هیچ کس نمیاد که تو چقدر در مشکلات و بدبختی زندگی میکنی، بگذار که ما تو رو کمک کنم که یک شبه دیگه زندگی کنی. ولی اکثری از ما در فکر ازیم که یک کسی دیگه بیایه، یک آدم دیگه بیایه که ما را راهنمایی کنه. نمیدانم چرا و اینطور اکثریت انسان هایی که خیلی از انسان ها میتونه موفق شه ولی اینمی است که اونا من مانده که واقعا نمیفهمه کار دیگه ای کنه و ما اما آخرین توانایی خود استفاده نمیکنیم. تصمیم بگیر که در سال جدید هر چقدر که توانایی داری از اون توانایی خود استفاده کنی، رابط خود رو بهتر کنی، شخصیت خود رو بهتر کنی، اعتماد به نفس خود بالا بری، جرأت خود بالا بری. و خیلی هایی از ما هست که ما همیشه هر کارم قدر سرسری یا کم انجام میدیم و او قدرت توانایی آخری خود هیچ وقت استفاده نمیکنه. ما زمانی از قدرت و از توانایی آخری خود استفاده میکنیم.
در یک مشکلی بر بخوره. مثلا شاید دیده باشی که ما یک وقت اگر یک امتحان داری، یک چیز سخت پیش رو داری، میری چقدر کتاب ها رو میکنی، چقدر چیزها رو یاد میگیری، چقدر کارا میکنی، ولی بعد از اینکه گذشت دیگه قرار است که سال دیگه هم امتحان بدی یا درس بخونی فلان جای کامل بشی، ولی اونقدر تلاش نمیکنی، فقط میری وقت خود مگذرانی و یک کمک میخوانی باز هم اینطور مگذرانی. چرا که ما همیشه انسان هستیم نمیفهم چرا ای چی است که ما هیچ وقت از قدرت اصلی خود استفاده نمیکنیم. و اگر آگاه شوی چیزی یک پیش کسی نباید رو کمک کنه، دومی که از قدرت اصلی خود اگر استفاده کنی میتونی خیلی چیزا رو در زندگی خود متفاوت خلق کنی، خیلی روابط خود بهتر کنی، خیلی میتونی چی فهمی. یکم سر صدا میاد دوستان، اگر ویدیو رو تا آخر تماشا کردی تشکری میکنیم. سال جدیدم پیش رو است به این معنی که سال میلادی رو تجلیل کنیم، از هر تاریخ که تجلیل میکنیم، از تاریخ از ما که تاریخ بهار میشه از حال تجلیل میکنیم، از هر وقت که شروع میکنیم یک تاریخ، یک وقتی که برید یک فرصت رو میده که تو درباره خود فکر کنی، درباره زندگی خود، درباره روابط خود بتونی یک شیوه جدید رو خلق کنی. اگر ویدیو رو تا آخر تماشا کردی تشکری میکنیم، نگذار که سال جدید سال گذشته باشه. موفق باشید دوستان عزیز.